سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما به مجموعه برنامه در دادگاه خوش اومدید در این برنامه به پرونده قاتلی با ادعاهای عجیب میپردازیم پرونده قتلی که در سال 1394 و در تهران اتفاق افتاد در سری مجموعه در دادگاه ما به بررسی پرونده های جنجالی ایران و به دادگاه های اونها میپردازیم و پرونده رو از زمان وقوع قتل تا رأی نهایی دادگاه بررسی می پس در ادامه با ما همراه باشید. روزی که باعث شد مسعود به اتهام قتل دستگیر بشه 24 تیر ماه سال 1394 بود. اون روز اهالی آپارتمانی در پایتخت صدای فریادهای زن جوانی رو از داخل واحد مسکونی شنیدن. اونا از خونه هاشون خارج شدن و وقتی مقابل خونه ی همسایه رسیدن با جسد قرق خون اون روبرو شدن. مشخص بود که زن جوان کشته شده. همون لحظه مرد جوانی هم در حالی که به شدت سراسیمه بود از خونه قربانی بیرون اومد. اما در حالی که اون قصد فرار داشت یکی از همسایه ها مانع فرار اون شد. ولی عامل این جنایت مرد همسایه رو هل داد و در نهایت موفق به فرار شد. همون لحظه همسایه ها متوجه شدن که دختر شش ساله قربانی هم در داخل خونه حضور داره. این دختر که به شدت ترسیده بود شاهد قتل مادرش بود. بلا فاصله خبر این جنایت به ماموران پلیس پایتخت و اورژانس رسید. اونا به سرعت راهی محل حادثه شدند، اما زن جوان نفسهای آخرش رو میکشید. تحقیقات نشون میداد که این زن چهل ساله ناهید نام داره و با چاقو ضرباتی به وی وارد شده. این زن بلا فاصله به بیمارستان فیاز بخش منتقل شد اما به دلیل شدت جراحات وارده جون خودش را از دست داد. با اعلام موضوع این قتل به باسپورس جنایی پایتخت، کاراگاهان اداره آگاهی هم وارد ماجرا شدند. تحقیقات از شاهدان صحنه قتل زن جوون آغاز شد و در این بررسی ها یکی از همسایه های مقتول به کاراگاهان و باسپورس پرونده گفت داخل خونه نشسته بودم که ناگهان صدای داد و فریاد مقتول و دخترش شنیدم. زن جوان جیغ زد و پس از اون صداش قطع شد. اما دخترش همچنان فریاد میزد. بلا فاصله خودم و به مقابل خونشون رسوندم و دیدم مرد جوونی که چهرش آشنا بود و قبلنم اونو دیده بودم مقتول رو با چاقو مورد ضرب و جرح قرار داده و دست فرار داره. بقیه همسایه هم اومده بودن دختر مقتول که شاهد این جنایت بود اشک میریخت و شوکه شده بود در اون لحظه به سمت مرد جوان که قصد فرار داشت رفتم و اونو گرفتم میخواستم مانع فرارش بشم اما اون با مشت به صورتم زد منو هل داد و فرار کرد به نظرم اون یکی از آشنایان خانواده مقتول بود که دست به این جنایت زده بود در ادامه ماموران به تحقیق از سایر اهالی ساختمان و شاهدان عینی پرداختند دختر مقتول که تنها شاهد این جنایت بود هم به ماموران گفت به همراه مادرم تو خونه بودیم و برادرم تو کوچه بازی می کرد. ناگهان مسعود که از فامیلای ماست در خونمون رو زد. مادرم به مقابل در رفت. اما مسعود میخواست با زور وارد خونه بشه. مادرم برای اینکه تنها بودیم میخواست خواست مانهش بشه. اما اون به زور وارد خونه شد. اون با چاقویی که تو دستش بود مادرم رو زد. من با دیدن این صحنه خیلی ترسیدم و به گوشه ای پناه بردم. وقتی مسعود مادرم و با چاقو زد به سراغ طلاهاش رفت و بعد از اینکه طلاهاش دزدید با عجله پا به فرار گذاشت. در نهایت پس از صحبت های شاهدان صحنه جنایت تیم تحقیق دریافت که قاتل زن جوان مرد 36 ساله ای به نام مسعوده. همچنین مشخص شد که مسعود از بستگان مقتوله به همین دلیل کاراگاهان تحقیقات خودشونو برای ردیابی و دستگیری مسعود آغاز کردن و در نهایت ده روز بعد از قتل این مرد رو در کرج شناسایی کردن. اون در مخفیگاهش دستگیر شد و معموران به بازجویی از اون پرداختن و در این بین مرد جوان به ارتکاب جنایت اعتراف کرد. اما این تازه اول ماجرا بود. قبل از ادامه بررسی این ماجرای عجیب اگر تا اینجا با ما همراه بودید حتما دکمه لایک رو بزنید لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن و جدا از اون اگر تا به حال در کانال سابسکرایب نکردید همین حالا این کار رو انجام بدید حالا برگردیم به بررسی ادامه این ماجرای عجیب قاتل در اعترافات خودش به کاراگاهان گفت مدتی بود که با همسرم ندا به صورت موقت ازدواج کرده بودم نوهید یعنی مختول همسر برادر ندا بود. ما با هم رفت آمد داشتیم و هیچ اختلافی هم بینمون نبود. تا اینکه من بیکار شدم و دو ماه بود که در جستجوی کار بودم. اما به هر دری می زدم فایده نداشت. مشکلات مالی من و ندا هر روز بیشتر میشد. و منم نمی کار پیدا کنم. برای همین وقتی از گشتن به دنبال کار خسته شدم تصمیم به سرقت گرفتم. همون موقع به یاد ناهید افتادم با خودم گفتم به خونه اون میرم و طلاهاشو سرقت میکنم. قسم فقط سرقت بود و میخواستم کمی از هزینه های زندگی متأمین کنم. برای همین به خونش رفتم. زمانی که رسیدم در حیات باز بود. نایید که خونش تو زیر زمین ساختمون بود به محض اینکه وارد حیات شدم متوجه حضورم شد. اون به رفتارم مشکوک شد و به دخترش گفت در خونشونو قفل کنه. منم وقتی اوزار را این طور دیدم بلا فاصله خودم و جلوی در رسوندم و مانع بسته شدن در شدم. من پامو جلوی در گذاشتم و اجازه ندادم اونا در رو ببندن. بعد از اونم موفق شدم وارد خونه بشم. در اون لحظه ناهید شروع به داد و فریاد کرد و کمک خواست. منم با چاقویی که همراه هم داشتم سعی کردم اونو ساکت کنم ولی ناهید همچنان داد میزد. خون جلوی چشم رو گرفته بود و هیچ کنترلی روی رفتارم نداشتم. برای همین با چاقوی که تو دستم بود ضرباتی به گردن و پهلوهاش وارد کردم وقتی ناهید با بدنی غرق خون روی زمین افتاد و اونو تو اون وضعیت دیدم خیلی ترسیدم میخواستم فرار کنم که ناگهان همسایه ها رو جلوی خودم دیدم یکی از اونا خودشو به من رسوند و منو هل داد اما منم اونو هل دادم و در نهایت موفق به فرار شدم بعد از اعترافات این مرد بود که وی صحنه جنایت رو بازسازی کرد اون هشت بار دیگه ماجرای قتل رو برای مأموران تعریف کرد و در نهایت هم قرار مجرمیت وی صادر شد. بعد از اون پرونده با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. حالا بریم به روز دادگاه. وقتی اقربه ها ساعت یازده و 15 دقیقه رو نشون میدادن قاضی عبداللهی رئیس شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران جلسه محاکمه مسعود رو رسمی اعلام کرد. در ابتدای این جلسه نماینده دادستان کیفرخواست رو خوند و به قضات گفت مسعود 36 ساله متهم اصر 21 تیر ماه سال 94 به خونه برادرزنش رفته و همسر چهل ساله وی به نام ناهید رو در مقابل چشمان فرزندش به قتل رسونده تا طلاهاش رو سرقت کنه. به همین دلیل با توجه به مدارک موجود در پرونده به اتهام قتل و سرقت براش تقاضای مجازات دارم. در ادامه این جلسه پدر و مادر و همسر ناهید که قیم دو فرزندش هم بودن در جایگاه ویژه ایستادن و برای مسعود حکم قصاص خواستن. اونها گفتن دخترمون بیگناه در مقابل چشمان دختر کوچیکش کشته شده و حالا برای قاتلش قصاص می پس از اون متهم در جایگاه ایستاد و در برابر تفهیم اتهامش در اوج ناباوری تمام اظهارات قبلی خودش را رد کرد و گفت من قاتل نیستم همسرم دست به این جنایت زده در اینجا قاضی پرسید اما تو به قتل اعتراف کردی و صحنه جنایت رو هم بازسازی کردی متهم گفت درسته که به جنایت اعتراف کردم ولی اون زمان عاشق بودم همسرم و دوست داشتم دلم نمیخواست گرفتار بشه. برای همین خودم به این قتل اعتراف کردم از خود گذشتگی کردم تا همسرم دستگیر نشه. قاضی پرسید: حالا چرا اعترافاتت رو پس میگیری؟ متهم پاسخ داد: چون همسرم منو رها کرده. روزی که اعتراف کردم و قتل رو به گردن گرفتم همسرم قرار بود در کنارم بمونه. اون سیغه 99 سالم بود اما در زندان به ملاقاتم اومد و سیغه نامه رو پاره کرد. بعد از اون به عقد دائمم در اومد تا عشقش رو به من ثابت کنه. اما حالا سه ماهی میشه که جواب تلفنمو نمیده. به ملاقاتم نمیاد و منو رها کرده. حتی دو فرزندم رو به مادر پیرم سپرده تا از اونا نگهداری کنه. برای همین وقتی دیدم که اون تا این اندازه نسبت به من بیمهر شده تصمیم گرفتم حقیقت رو بگم. من این فداکاری رو در مقابل محبت و عشق همسرم کردم اما حالا متوجه شدم که اشتباه کردم. قاضی گفت همسر چطور زن برادرش رو کشت؟ متهم پاسخ داد من جوشکار بودم و درآمد داشتم اما چهار ماه بود که بیکار شده بودم. هیچ پولی نداشتم که خرج کنم. برای همین بیکاری و بیپولی شرایط زندگی رو برام سخت کرده بود. فرزندمم کوچیک بود و حتی غذایی برای خوردن نداشتیم. برای همین عزمم رو جزم کرده بودم که هر طور شده پول جور کنم. روز حادثه از اداره کاریابی با من تماس گرفتن و گفتن که کار برام پیدا شده. منم به شهریان رفتم. تو راه بودم که امسرم برام پیامک فرستاد و گفت برای قرض گرفتن پول به خونه برادرش میره. از اون خواستم که این کار نکنه اما قبول نکرد. منم وقتی کارم در اونجا تموم شد در حالی که بازم با در بسته مواجه شده بودم و عصبانی بودم به خونه برادر زنم رفتم اما وقتی رسیدم در خونه نیمه باز بود وقتی وارد خونه شدم صحنه وحشتناکی رو دیدم همسرم با زن برادرش درگیر شده و اونو با چاقو زده بود ناهیدم غرق خون روی زمین افتاده بود من به صورت همسرم سیلی زدم و اونو به راه به ها پرت کردم تا فرار کنه بلا فاصله پس از اینکه همسرم از خونه بیرون رفت همسایه ها رسیدن و منم برای فرار یکی از اونا رو هل دادم و متواری شدم. در این لحظه متهم برگی رو به قضات نشون داد که در اون همسرش به جنایت اعتراف کرده بود. متهم در این باره گفت اون زمانی که قتل رو به گردن گرفتم همسرم در زندان این نامه رو به من داد تا به من اطمینان بیشتری بده. اون که میدونست زندگیش رو مدیون منه در این مدت به عنوان پرستار کودک و سالمند کار میکرد تا خرج فرزندام رو بده اما بی دلیل ناپدید شد و دیگه به سراغم نیومد قاضی قسمتی از اظهارات همسر متهم رو خوند و پرسید همسرت در بازجویی ها گفته وقتی از اداره کاریابی به خونه برگشتی لباسات پاره و خونی بود و ادعا کردی که مورد زورگیری قرار گرفتی بعد از اونم اونو به خونه پدرت فرستادی. چه دفاعی داری؟ متهم پاسخ داد: من و همسرم با هم از محل جنایت به خونه برگشتیم. این اظهارات تمامش دروغ بود و صحنه سازی همسرم بود. بازی گفت: همسایه ها هم تو رو در محل جنایت دیدن و دختر قربانی هم شاهد جنایت بوده و گفته تو با چاقو به مادرش ضربه زدی. در این باره چی میگی؟ متهم گفت: همسایه ها و حتی دختر مقتولم بعد از فرار همسرم با من روبرو شدن. من حقیقت رو میگم. باور کنین من قاتل نیستم و به خاطر عشق به همسرم قتل رو به گردن گرفتم. در پایان هم پس از دفاعیات وکیل متهم هیئت قضایی وارد شور شدن تا رأی نهایی رو در این باره صادر کنن. بر اساس شواهد، اثر انگشت مسعود بر روی آلت قطاله بود، نه اثر انگشت همسرش. نوع ضربات وارده طبق تشخیص پزشکی قانونی میتونسته فقط توسط یک مرد وارد شده باشه نه یک زن و تمام شاهدان و دختر مقتول هم فقط شاهد حضور مسعود در صحنه جرم بودن بر اساس تمامی شواهد مسعود به دلیل قتل ناهید به قصاص و به خاطر سرقت به نه سال زندان و پنجاه ضربه شلاق محکوم شد اما یه سال اگر واقعا مسعود قاتل بوده پس چرا همسر مسعود بعد از فهمیدن ماجرای قتل با اون ازدواج دائم کرده بود؟ آیا او هم در این قتل دست داشته یا واقعا مسعود نقشی در این قتل نداشته؟ برای بررسی راز قتل معمور اطلاعاتی پلیس ایرج ایلانی بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه رو ببینید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم پیروز و شاد باشید